ساعتی بعد از انتشار اخبار حمله روز جمعه ائتلاف به رهبری آمریکا به پایگاه‌های موشکی و انبارهای تسلیحاتی شبه نظامیان حوثی در یمن، بهای نفت خام برای تحویل در ماه‌های آینده دست کم 4% بالا رفت و به بالاتر از بشکه 80 دلار افزایش یافت. هرچند قیمت بعد از نوسانات بعدی اندکی پایین آمد. صبح دوشنبه در لندن بعضی قراردادهای نفت خام بر اساس شاخص برنت 4% بالاتر معامله شد و شاخص نفت خام آمریکا وست تگزاس هم 4% جهش داشت. همزمان سهام شرکت‌های نفتی از جمله شل و بریتیش پترولیوم در بورس لندن بیش از 1% بالا رفتند و ارزش سهام اکسان موبیل در معاملات پیش از گشایش بورس نیویورک با افزایش قیمت روبرو شد. این در حالی است که طی هفته‌های گذشته حملات موشکی و پهپادی شبه نظامیان نیابتی جمهوری اسلامی تکان قابل ملاحظه‌ای در بهای نفت نداده بود، اما حملات هوایی نیروهای ائتلاف جمعه شب بر نگرانی‌ها از گسترده شدن درگیری نوار غزه به سایر نقاط خاورمیانه جمله کشورهای صادرکننده نفت افزود. سوال این است که اگر این منازعه ادامه دار شود که دارد می شود، در تامین نفت تأثیر خواهد داشت یا نه؟ سوال مهمی است و دلیل اینکه پیشتر قیمت‌ها در بازار بالا نرفت این بود که برای خنثا کردن وقفه احتمالی در تولید در بازار به میزان کافی عرضه اضافی وجود دارد. برآورد ما حدود 5 میلیون بشکه در روز، اما این نفت فقط در خاورمیانه در دسترس است، در عربستان سعودی و در امارات. اگر اینها به منازعه کشیده شوند، آن اضافه تولید احتمالاً دیگر در دسترس نخواهد بود و این بر توازن عرضه و تقاضا و قیمت‌ها تأثیر داغان کننده‌ای خواهد داشت. این کارشناس میگوید شرکت‌های کشتیرانی ناچار شدند برای پرهیز از دریای سرخ در مسیر طولانی‌تر و پرهزینه‌تری آفریقا را دور بزنند. 4 نفتکش جمعه شب مسیر خود را عوض کردند. سخنگوی شبه نظامیان حوثی اعلام کرد به حملات خود ادامه خواهند داد و رویترز گزارش می‌دهد که برخی از شرکت‌های کشتیرانی همچنان در بازگشت به دریای سرخ تردید دارند.